بر اساس گزارش وال استریت جورنال، جشنواره فیلم ترایبکا وارد یه همکاری 3 ساله با صرافی رمزارزی اوکی اکس شده. این همکاری 10 میلیون دلار ارزش داشته و طی اون قراره اوکی اکس به فیلمسازان و دوستداران سینما در خصوص مزایای ارزهای دیجیتال و وب 3 آموزش بده. همچنین اوکی اکس به عنوان حامی اصلی این جشنواره میتونه تهیه کنندگی فیلم‌های طراحی شده برای متاورس رو به عهده بگیره. این پلتفرم امکان پرداخت دستمزد عوامل فیلم در قالب ارزهای دیجیتال رو فراهم می‌کنه. جین روزنتال، مدیر اجرایی این جشنواره، گفته که محوریت جشنواره امسال توکن‌های غیرقابل تعویض هستند و در سال‌های آینده با همکاری فیسبوک، استفاده از ابزارهای NFT و دیگر پتانسیل‌های اون جدی‌تر دنبال خواهد شد. جشنواره فیلم ترایبکا یک جشنواره معتبر و بین‌المللیه که هر سال در فصل بهار در منهتن نیویورک با هدف حفظ حیات فرهنگی این شهر از تاریخ 8 تا 19 ژوئن برگزار میشه. از دیگر فعالیت‌های مشارکتی اوکی اکس میشه به همکاری با باشگاه فوتبال منچستر سیتی، قهرمان لیگ برتر انگلیس، و امضای قرارداد همکاری با تیم اتومبیل رانی فرمول 1 مکلارن ریسینگ اشاره کرد. مدتی بعد از عقد قرارداد با باشگاه مکلارن، دانیل ریکاردو، نفر اول این تیم، به عنوان سفیر اوکی اکس در خصوص آموزش ارزهای دیجیتال در این تیم انتخاب شد. اون مدتی پیش با کلاهی با لوگوی اوکی اکس در مسابقات فرمول 1 موناکو شرکت کرد. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به صحبت درباره پیوند سینما با متاورس و ارزهای دیجیتال بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. جشنواره فیلم ترایبکا، جشنواره‌ای که در سال 2002 توسط رابرت دنیرو و جین روزنتال در واکنش به رویداد حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های مرکز تجارت جهانی و به منظور همدردی با بازماندگان واقعه در محله ترایبکا منهتن بنیان گذاشته شد. جشنواره ترایبکا که به منظور کمک به شناسوندن دوباره نیویورک به عنوان یک مرکز فیلمسازی راه اندازی شد، افزون بر تلاش برای دستیابی به تجربه نوین در برگزاری یک جشنواره مستقل، مشارکت در بازسازی بلند مدت محله منهتن نیویورک رو یکی از اهدافش در نظر گرفته بود. این جشنواره بعد از چند سال برگزاری، به ویژه در ششمین دوره اون تبدیل به جشنواره‌ای نسبتاً معتبر و بین‌المللی شد. این جشنواره از نخستین دوره برگزاری مورد توجه قرار گرفت و سالانه بیش از 2 میلیون تماشاگر و حدود 420 میلیون دلار درآمد داره. جین روزنتال، مدیر اجرایی این رویداد، گفت که جشنواره امسال توکن‌های غیرقابل تعویض رو معرفی می‌کنه و قصد داره در سال‌های بعد عمیق‌تر در قلمرو به NFT فرو بره. اون گفت ما می‌خوایم ابزارها رو در اختیار سازندگان قرار بدیم و در طول سال‌های آینده ما به اونها کمک می‌کنیم تا این داستان‌ها رو بسازن و با ارائه دهندگان سخت‌افزاری مثل فیسبوک شریک می‌شیم.
روزنتال در مورد همکاری با اوکی‌ایکس خاطر نشان کرد که هر دو طرف دیدگاه‌ها و جاه طلبی‌های مشابهی برای پیشبرد راه‌های جدید داستانگویی و راه‌های جدید حمایت از هنرمندان در همه دسته‌های مختلف دارند. صرافی اوکی‌ایکس در سال 2014 و در کشور چین راه اندازی شد. علی‌رغم فشارهای گسترده دولت چین و مخالفت اون با رمزارزها، این صرافی بین بزرگترین صرافی‌ها از لحاظ حجم معاملات قرار گرفته. این صرافی به میلیون‌ها کاربر در بیش از 100 کشور جهان خدمات میده و از صدها جفت ارز معاملاتی پشتیبانی می‌کنه. این ویژگی‌ها در کنار ارائه خدمات مربوط به اوراق مشتقه و مواردی از این قبیل، این صرافی رو تبدیل به یک صرافی محبوب کرده. متاورس یه واژه مرکب متشکل از متا به معنی فراتر و یونیورس به معنی جهان هستش و از همین رو میتونیم این کلمه رو فراتر از جهان ترجمه کنیم. این اصطلاح نخستین بار در کتاب علمی تخیلی سقوط برفی با نویسندگی نیل استفنسون آمریکایی در سال 1992 به کار برده شد. استفنسون از واژه متاورس برای توصیف واقعیت مجازی استفاده میکرد که در اون قهرمان داستان در قالب آواتار خودش با بقیه معاشرت میکنه، خرید میکنه و حتی دشمنان دنیای واقعی خودش رو شکست میده. در واقع پروژه متاورس شبکه‌ای گسترده از محیط‌های مجازی همیشه فعال و آنلاینه که افراد میتونن در قالب آواتار خودشون یا به کمک عینک‌های واقعیت افزوده با همدیگه و اشیاء دیجیتال اطراف ارتباط برقرار کنن. به عبارتی ترکیبی از واقعیت مجازی، بازی آنلاین چند نفره و وبگردی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید نظر شما در مورد آینده دنیای متاورس چیه؟ به نظرتون همکاری های دیگه‌ای در این راستا میتونه در آینده شکل بگیره؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.